خوش آمدید به دیدبان. مریم افشنگ هستم. در بررسی مطبوعات این هفته از واکنش‌ها به ماجرای این سکس خواهیم گفت تا تغییر قوانین دیه در ایران و ماجرای تازه افزایش تولید اورانیوم. سلام آقای بهنود، این هفته هم همچنان تهدید بین ایران و آمریکا در حال رفت آمد بود. ثابت دو سه هفته اخیر یکی همین ماجرای بین ایران و امریکاست که حالا دیگه داره از حد و اندازه حوصله خارج میشه، و دومیش مربوط است به اونچه که بر سر وزیر نفت داره میاد. روزنامه بیشتر روی این تاکید دارن. اجازه بریم شروع کنیم با روزنامه آفتاب یزد، با این سوال که تهران به اینستکس فرصت میدهد. آره، این باز سوالی است. بیشتر روزنامه‌های اصلاح طلب یا روزنامه‌های نزدیک به دولت استقبال کردن به طور ضمنی از این، به هر حال یک گامی شمردنش، ولی روزنامه اصولگرا طبیعتاً نه، این رو بدتر از برجام میدونن، جعبه خالی که هیچی توش نیست، خواستن ما رو گول بزنند و این حرف. گزارشی تهیه کرده آفتابی از در مورد موشک. بیشتر به نظرم میادش که جذابیت عکس داره اینجا کمکمون میکنه، وگرنه یه تحلیلی است، گزارش تحلیلی است که آفتابی از تهیه کرده. چیز تازه‌ای هم بدیعی هم توش نیست البته گفته باشم، و اون اینکه اصولاً S300 چه شد، شرح اینکه روسا به ما ندادن با وجودی که قرارداد داشت بستن، پولش هم گرفته بودن تا بالاخره رفتیم دادگاه، و در همین حال الان اومدن میگن که بفرمایید 400 بهتون بدیم. چرا اینطوره؟ آیا بستگی داره به اینکه به ترکیه رفتن 400 پیشنهاد کردن ولی ترکیه هنوز جواب خودشو نداده، یا چه؟ به هر حال تحلیل هایی در این زمینه. عالی. خب بریم روزنامه بعدی اعتماد رو ببینیم، که همین ماجرایی که شما اشاره کردین در مورد مقاومت زنگنه وزیر نفت و فشارهایی که روی بله دو تا ماجرا بود. حالا دیگه مقاومت آقای زنگنه در دو جا مطرحه، یکی در تهران باید که فشاری رو که از طریق مجلس و بقیه جاها اصولگراها میارن اونجاها مقابله بکنه باهاش و حرکاتی که انجام میشه، کاری که تلویزیون میکنه و اینا، یکی دیگه هم جلسه اوپک بود، جلسه طولانی هم بود، و اونجا قبل از جلسه اونچنان که میدونید و تو خبرها شنیدید عربستان سعودی و روسیه یک توافقی کردن که آقای زنگنه از اول با بیان محترمانه باهاش مخالفت کرد. حرفی هم که زد خطاب به بقیه اعضای اوپک این بودش که اگه قرار بشه که اوپک اعضاش برن دو تا با هم قرار بذارن و چون تولید چون زیاده به اوپک هم تحمیل بشه، اون وقت اوپکی نمیمونه. بیانیه نشون میده تا اندازه زیادی نظر ایشون رو پذیرفته. بله. اینجا هم یه مقاله آقای عباس عبدی داره در مورد این داستان دیه، که در این هفته گفتن که خبری اومد مبنی بر اینکه دیه زن و مرد برابر میشه، ولی درسا شما میرین توی اصل خبر اینطوری نیست. در واقع یک صندوق گذاشتن که اون مابه تفاوت رو اون صندوق که صندوق مال دولت هست پرداخت میکنه. آقای عبدی هم در این مقاله میگن که خب این خیلی اتفاق خوبی اگه افتاده باشه، ولی دو تا پرسش از دیوان عالی مطرح میکنن، و اینکه میگن که چرا باید مردم ما به تفاوت دیه زنی را بدهند که به دست شوهرش یا کس دیگری کشته شده باشد؟ آیا پرداخت ما به تفاوت دیه به قاتل برای قصاص او نیز مشمول این حکم می شود؟ اگر بلی، چرا مردم باید چنین پولی را به قاتل پرداخت کنند؟ پرسش بعدی هم اینه که اگه واقعا زنان شایستگی دریافت دیه برابر رو دارن، که به نظر بنده چنین است، چرا کسی که صدمه زده اون را پرداخت نکند؟ و در واقع این انتقاد رو مطرح میکنند که خب این قانون خیلی هم تغییری نکرده، فقط تغییر کرده در احوال زنان، ولی محل دادن اون پوله به جای اینکه حالا دیگه خودشون باشن رفته صندوق دولت. انگار که اون تبعیض همچنان هست، فقط یه شکل دیگه. حالا اون ذهنیت تبعیض، بله. حرف شما و آقای عبدی درست.
خب بریم روزنامه همشهری رو ببینیم که باز همچنان این سکس و سند شکاف اروپا و آمریکا. گرچه این موضوع رو داره ولی چون جای دیگه هم دارن زیاد روش وای نمیستم. این سه بدید من یه ذره از سر نوستالژیک روی این عکس بیستم. این عکس راجع به میدون توپخونه است. میدون توپخونه ای که ماها دیده ایم و اون موقع قلب، موقع که من بچه بودم قلب تهران بود، بنابراین هر کی از هر جای شهر که می‌خواست بره لاله‌زار، می‌خواست بره سینما، می‌خواست بره تئاتر و اینا باید میمدش توی میدون پیاده می‌شد و میرفت. این میدون دور تا دورش بناهای فوق‌العاده زیبا بود. اونجایی که داریم می‌بینین که اون شرکت مخابرات به صورت یک صفحه اون تا قرار داره، با اینجا یک مرکز تلفن تهران بود که یکی از زیباترین ساختمان‌هایی بود که از دوره قاجار باقی مونده بود و در دوره رضا شاه هم ترمیم شده بود. این قسمت پایین هم تخریبش از این لبه‌ای که شما دارید می‌بینید که خیابان فردوسی هست تا اون تک اول خیابان لاله‌زار هست، اینجا ساختمان باشکوه بلدیه تهران بود. بله. یک بنای یادگار تاریخی در حقیقت. کودتای سوم اسفند که باعث روی کار آمدن سید ضیاء رضا شاه شد، از اینجا شروع شد. به حال این بنای به این خوبی هم باز در همین دهه چهل، دهه فراوانی قیمت نفت، کوبیده شد بیرحمانه و این چیزایی که میبینید جاش ساخته شد. و الان این وسط رو دارن چیکار میکنن؟ این وسط رو الان یه طرح نوعی پیاده شد که اون وسط میدون رو میبینید گرفتن که در حقیقت اونجا یه چیز دو طبقه‌ای تنظیم بشه. خبری که همشهری داده خبر میده که شهردار فعلی آقای هنچی اعتقادش به طرحی است که ما قبلا از زبان آقای ملک مدنی شهردار سابق شنیده بودیم و اونم این که این منطقه از تهران رو پیاده رو کنن، اجازه ورود ماشین منطقه رو ندن، حفاظت شده تا لب بازار. بله. یعنی این مجموعه خیابان ناصر خسرو که بود تا همین اواخر هم، بنابراین گویا الان طرح آماده داره میشه برای اون کار. عالی. خب بریم روزنامه کیهان رو ببینیم. روتیت هست تازه ترین شیرین کاری احمقهای درجه یک، کاخ سفید، ایران قبل از انقلاب برجام آن را نقض کرده بود. دو تا بیانیه عجیب در هفته گذشته داده شد کاخ سفید که اگر اینا بیانیه کاخ سفید نبود و توییت های آقای ترامپ بود تعجب نمی کردیم دیگه. دیگه از هیچی از توییت های آقای ترامپ تعجب نمی کنیم. و یکی هم ماجرایی بود که خبرنگار بی بی سی فارسی هم توش به نوعی خطاب قرار گرفت از طرف بیانیه کاخ سفید. دومی اطلاعیه‌ای بود که توش جمله‌ای هست که معنیش اینه که ایران قبل از برجام هم برجام رو لغو می‌کرده. خب به اندازه کافی جوکه، همین که اینو بگیم به اندازه کافی جوکه. البته بودند کسانی که معتقد بودند که میشم اینطوری فکر کرد که اون داره میگه که قبل از اینکه برجام هم بیاد ایران تخلف می‌کرده از اصول بین‌المللی. البته باید چسبوندش ها، بیشتر همین چیزی که کیهان نوشته به نظر درست میاد. میدونید که آقای ظریف هم در پاسخش فقط نوشته بود جدا. بله. خب بریم روزنامه آخر رو ببینیم، روزنامه سازندگی. عکس ایوانکا اومده صفحه اول، خواب پدر برای دختر و ازش تعبیر کرده است به اینکه این یه تلاشیست برای اینکه فرزند دخالت کنه در سیاست. بعضیا تو امریکا میگن که آمادش میکنه برای اینکه بعداً کاندید ریاست جمهوری بشه و حرفای دیگه، ولی به هر حال بر پایه اون تعبیر سازندگی این است که این خواب پدر هست برای دختر. در این حال توجه داشته چون بالا انتقاد دولت از تلویزیون ماجرای پخش فیلمی است که در شبکه سه پخش شد، فیلمی که با جزئیات داشت نحوه صادرات نفت از ایران به چین رو نشون داد و کشتی که رفته بود و رسیده بود به بندری در چین اینو، و این انتقادات بسیار شدیدی رو از طرف بسیاری از مقامات ایران به خصوص مقامات دولتی و اصلاح طلبان به قول معروف بدون بار داشت. بعد در گذر ایام کمرنگ شد به خاطر اینکه بله. از جمله حرفایی که زده شد اونا میگفتن اینو ما فقط ما پخش نکردیم، در اصل شبکه های دیگه مثل نیویورک تایمز و فاینانشال تایمز و اینا منتشر کرده بله. بودن قبلا. بله. بله. آقای بهنود بریم مجله ها رو ببینیم. کرگدن رو آوردین این هفته. بله. ببینید یه سری شخصیت های کارتونی که خب شخصیت های بزرگی هستن. آره اینجا دو تا موضوع اصلی داره مثل همیشه، یا ویژه نامه است یا نیم ویژه یا هر دو. یکیش اون تیتر اون بالا رو که الان اینجا ما زحمت می‌بینیم شما بعد از این دیوانه نسبیره. سازم خیش را اینو آره. یعنی یکیش پس توجه داره به این
شنگولی که به این دنیای دیوانه که مردم توش گیر افتادن. خیلی حرف خوبیه. یکی توجه داره به این دنیای دیوانه و به اصطلاح چیزایی که داره، قهرمانهایی که این دنیا داره، که خود آقای میفتا یک مطلبی در این باره نوشته در این بخش که خلاص مسئله رو باز کرده که چرا کرگدن به این موضوع پرداخته و چرا فکر میکنه که این موضوع موضوع جذابی است. و دیگران هم همینطور این رو ادامه دادن که بیشتر توجه هم هست به مسائل سیاسی و اصولا شبکه‌های اجتماعی، که آقای میفتا اسمی گذاشته حال و هفت شنبه ها. حال و هفت شنبه ها از قدیم میگفتیم، یه اصطلاح دوره شماها نیست، اصلا نشنیدم. آره. بعد میگه که خلاصه فی زمان هازا اغلب اونها که چیزی میدانند از موضع بالا در خلایق نگاه میکنند و خلایق هم مترصد موقعیتی هستند تا انتقام بگیرند و علم و عالم هر دوتا رو با هم منکوب کنند. بنابراین این موضوعی است که این بخش کار رو بعد از این دیوان سازم خیسرام خوب اجتماع مچنگ ها یا تاریخ جنون در فرهنگ ما که توی گفتگوی با بهزاد کریمی مطرح شده و به حال این بخش اینه. خنده ویرانگرم آقای فکویی نوشته و این بخش رو این میپیشونه. بخش دوم رو خواهش می‌کنم شما بگین که موضوعش عینکیاست. یه پرونده درست کرده به نام پرونده شخصیت که رفته شخصیت‌های عینکی حالا مهم زمان رو برای خودش بررسی کرده، از آقای کیارستمی، گاندی، وودی آلن تا خانم گوگنهایم، پگی گوگنهایم و حتی هری پاتر. چیزی که برای من جالب بود مقاله بود که محسن آزرم نوشته که واقعا به نظر من یکی از نویسنده ها و روزنامه نگارای بسیار خوب و درجه یکیه که ما داریم، بی حاشیه بی مسئله و واقعا سینما شناس و البته ادبیات شناس هم در کنارش. این مقاله رو توضیح میده که در واقع آقای کیارستمی هیچ وقت کسی بدون عینک ندیدتش. اشاره میکنه به جشنواره‌ای در ونیز زمانی که فیلم شیرین رو برده بوده به ونیز و اونجا خبرنگاری داد میزنه، یکی از عکاسا داد میزنه که آقا یه دقیقه این عینک رو بردار ما ببینیم، و تنها زمانیه که آقای کیارستمی عینکش رو برمی‌داره و در هر صورت چند تا عکس ثبت میشه از بدون عینک. بعد اشاره میکنه به فیلمی که احتمالاً فیلم حاتمی کیا هست به عنوان فیلمساز همیشه معترض، که میگه که در اونجا کاراکتری هست که حالا همه رو گروگان میگیره که دوستش رو چی کنه، و توی اونجا باز یه نفر هست که داره میره فرانسه و یه عینکی داره و آدم به قول معروف بی سر و صداییه. از همه اینها همینجوری که تعریف میکنه میگه که در واقع میخواد بگه که آقای کیارستمی سیاره ای از هنرهای مختلف، شعر، سینما و عکاسی رو زیر اون عینکی که چشماش هیچ وقت معلوم نبوده با خودش هم میکرده. و خلاصه یادداشت بسیار خوندنیه برای کسایی که چند تا تعبیر خوب کار میبره. یه جایش میگه که کیارستمی با زدن این عینک دیگران چشم او رو نمیدیدن، او دنیا راحت میدید. بله. و البته یک دو جا هم به ما عینکی‌ها تو این گزارش توهین شده ها، ولی حالا اب نداره، ما ازش میگذریم. محسن آزرم هیچ وقت به کسی توهین نمی‌کنه. محسن آزرم نه، او که راجع به کیارستمی نوشته. آها، بقیه رو بگین. بقیه. خب عالی. ولی بذارید که حالا در این فرصت من یک دو کوچک در حد چند دقیقه هم بگم. یه مطلب خیلی خوبی خوندم از خانم نیوشا طیبی که درباره مائده های زمینی است. میگه که کدام شهر ایرانه که زیبا و خواستنی و دیدنی و البته چشیدنی نباشه، اما در میان این شهرها دنبال یه زیبایی دیگه ای میگرده که هم تو معماری اومده باشه، هم توی مردم و تأسیساتی که داره و بقیه چیزا، میرسه به یأس. و معتقده که یأس که محل شیرینی های بسیار خوب هست و دستپخت های بسیار شیرین و مطبوع و مردمان همینطور، درباره اونه و بسیار مطلب خوبی است. البته مطالب دیگه هم هست که متأسفانه وقت نیست. خب بریم مجله چشمانداز ایران رو ببینیم. خب چشمانداز ایران مثل هر شماره های بسیاری واقعا با زحمت زیاد اما واقعا با همت و پیگیری درجه یکی که مخصوص خودشه
دنبال میکنه و شماره هیچ از همدیگه کم نمیارن با همه گرفتاری پر از مطالب خوندنی خیلی. که هر کدوم پرونده است. اینه اصلا شروع میکنه با رسیدگی مسئله سیل و اینکه به سیل چگونه رفت آمد کرده است در اول سال با ایران و این موضوع بسیار مهم از زبان متخصصین مطرح میکنه که تصور بکنن که سیل اومده پس اون خوشسالی قبلیه چی بوده و از این قبیل، در حالی که معتقد است اینا دروی سکن یکی‌اند، در حقیقت محیط زیست رو خودمون و یه مقداری هم جهان و به حال انسان تخریبش کردیم، ما خود ایرانی هستیم، اینا به هم ریختن. بنابراین یه تصویری هم اینجا داره که تو اون تصویر داره بیان میکنه که خلاصه چه اتفاق میفته اونجا. سیل اینم سیل بندشه ولی این خودش باعث یه سری ماجرای دیگه است. در این حال روز واقعی که این پایین میبینین ازش نگفته نگذاریم، سالواره حاله صحابی است، عزیز کرده آقای صحابی که همزمان با پدر انقدر این دختر و پدر به هم دیگه نزدیک بودند که همزمان مردن و به شرحی که میدونید درست همزمان یکی از تلخترین حوادث اون سالها، یکی از نزدیکترین آدمهای به آقای صحابی و اشبه و ناسب آقای صحابی یعنی هدا صابر هم در همون زمان به عنوان اعتراض به این وضعیت اعتصاب قضا کرد، در زندان بود و ایشون هم در زندان فوت کرد. بنابراین این سه تا آدمی که فوق العاده به هم نزدیک بودن تقریبا به یک زمان نزدیکی به هم دیگه رفتن از دست. و این یک شرحی نوشته خانم مینو مرتضی، یک گزارشی داده از اون روزا، از روز واقعه. یه دونه مطلب هم از خانم فیروزه صابر هستش. بله، فیروزه صابر یعنی خواهر یکی از خواهران هدا هم نوشته. همزمان در این هفته که توجه همه رو جلب کرد، یکی از کتاب‌های هدا صابر که مونده بود، فروپاشی، بالاخره به همت دوستانش منتشر شد. و واقعاً شما موقعی که اون کتاب رو می‌خونید که یک به اصطلاح تنبه عمومیه و یکی از بهترین نوع برخوردهایی است که با مسئله فروپاشی حکومت‌ها گفته میشه. اون کتاب به طور مخصوص راجع به فروپاشی حکومت شاه هست، حکومت پیشین هست، ولی انقدر عمومیت توش وجود داره، یعنی نکته هایی میگه که عمومیه که میشه فراوون گرفتش، به خصوص وقتی که اونجا توجه داشته باشید که نکته اصلی تهیه این گزارش که او سالها برای زحمت کشید، در دوره جوانیش از 22 سالگیش برای زحمت کشید و خودش ندید که به صورت کتاب چاپ شده باشه، اونجایی است که نشون میده که حکومت چگونه میشه که فاصلهش با مردم هم میخوره و دو که مهمتره اینه که چجوری میشه که نمیتونه اصلاح بشه. یعنی به یه نقطه‌ای میرسه که اصلاحو نمیپذیره و در اونجا فرو میپاشه. یه پرونده مفصلی هم در مورد سانسور و وضعیت ممیزه کتاب در مورد که پر از چیزهای خوندنی از مطلب خانم انسیه ابراهیمی که داره یک تاریخ سانسور رو حالا از زمان ناصرالدین شاه بررسی میکنه و میاد و میرسه به دوران آقای میرسلیم که میگه که اونجا تصمیم گرفتن نه تنها کتابهایی که تازه چاپ میشه که کتابهایی که قبلا چاپ شده رو چیکارن، و میگه که این در واقع باعث میشد که سه برابر کار ببره، نیرو ببره، در هر صورت بودجه ببره، همه اینا، و اگر هم بودجه و نیرو نمیدادن خب هی به تعویق میافتاد و هی معطل میشد. به قول معروف کتابهایی بودن که سالها در صف میموندن. یک مصاحبه مفصلی هم با آقای علیرضا بهشتی شیرازی کرده که اونم مصاحبه خوندنیه، باز در مورد بحث سانسور هست و اینکه میگه فقط وزارت فرهنگ و ارشاد نیست، در صورت کلی نهادهای موازی هم هستن، یعنی ممکنه وزارت ارشاد یک کتابی رو مجوز بده ولی نهادهای دیگه جلوشو بگیرن. خب بریم فرم و نقد رو ببینیم. فرم و نقد رو فصلنامه است نه؟ فرم و نقد میخونین اونو؟ اگه من نگفته بودم شما اونو میخونین؟ خیلی سخت دیگه، ما قبلش چون صحبت کردیم اصلا با هم. ممکنه که شما اونو بخونین فرم و نقد؟ یعنی یه نفر برسه رو میز روزان فروش، به روزان فروش بگه مجله فرم و نقد میخوام، اونم دست کنه اینو برداره بده، یه هم چیزی واقعا قابل تصوره. بله، این به مشکل به نظر میرسه در بعضی جاها حل شدنی نیست، اما این نشریه آقای فراستی است. آقای فراستی رو همه میشناسن، اگر هم از قدیم و از سوابق قدیمه که آدم های هم نسل ما ها با هم داریم از اون بگذریم و سلیقه های خاص سیاسیشون،
میرسیم به این دورانی که به خاطر برنامه تلویزیونی، بنابراین سلیقه سینمایی فلسفی ایشون هم، خب یه مقداری هم جنجالی شاید، طبیعتاً همش هم با جنجال بیان بود. بسیاری از نسبت‌هایی که به طرفین جناح تندرو میده، نسبت‌هایی است که اول بار توسط ایشون وارد فرهنگ ادبیات شد، که البته اینا رو خطاب احیاناً به فیلمسازای بد میگفت ایشون، ولی بعد در عمل دیگه همه به هم دیگه گفتن این حرفا رو و اینا باقی مونده. اما این مجله‌ای که شما می‌بینید در حقیقت میشه گفتش که همون نشریه و همون نوع سلیقه شخص آقای فراستی هست. مثلا به عنوان مثال ادبیات به پرونده آقای چوبک رسیده، صادق چوبک، که در حقیقت چجوری بگم آدم‌های اصلا شبیه هم دیگه نیستن. مثلا فرض کنید که آقای براهنی یا داریوش رایگان یا فریدون رهنما، بسیارند کسایی که معتقدند که چوبک از یه جهاتی از هدایت بزرگتر بود و این حرف نویسنده بزرگی بود و مطرح بود. اما در گروه این نهلهی که ما در این گزارش میبینیم، تقریبا هر کی هر جا چیزی علیه ایشون نوشته بود اینا رو جمع کرده، غیر از این که این همکارها هم همه رفتن یه جاهایی و یه حرفای از نظر بنده عجیبی زده میشه به عنوان نقد. چه مثلا فرض کنید که میبینم که خیلی نویسنده های محترم در مورد اینکه آیا قصه نویس در اینجا مقصود آقای چوبکه حق داره که مثلا فرض کنید مثل یکی از داستان های معروف ایشون نفتی، تو داستان نفتی به طور یک خط بگم یک خانومی است طبیعتا مذهبیه با چادر نماز رفته به یک امامزاده‌ای، داره دخیل می‌بنده، شوهر می‌خواد و این تمایلات درونی این زن با این گره ها بیان میشه و یکی از کارهای فوق‌العاده چوبکه و این به اصطلاح درونیات یک زنی که تنها مونده و مثل هر آدم طبیعی دیگه ای به هر حال زوج می‌طلبه با این گره ها، و این گره هایی که او فرض میزنه این یکی مرد خیلی قوی است، این یکی آدم ضعیفی است، بنابراین نمیدونه با این چیکار کنه، که از بچگی خوندیمش یکی از قوی ترینه. ولی بیاید ببینید که اینجا دوستان چه نوشتن و معتقدن که نه، این شخصیت تیپیک نیست، یعنی که زن مسلمان یه همچین حالی پیدا نمیکنه. اینم از اون حرفاست، چون اصلا قصه نویس قرار هست به جانشینی از قادر متعال بشینه خلق کنه و اگر قرار بود همه شهرهایی که میسازه همون شهرهایی باشن که ما به صورت یه تیپ قبولش داریم، که یک قصه ای نوشته نمیشد. از این بدیهیات توی نقدها زیاد میخونیم، ولی به هر حال حق است که دیده بشه و کسایی که این به خصوص این رو دنبال میکنند نظرات آقای فراستی رو توی مجله میتونن بخونن. خب میتونیم یه مختصری به آزما هم نگاه کنیم. آزما دو تا فراوان مطلب داره، همه شماره آزما فوق‌العاده است. دو تا مطلب توش رو ازش به هیچ ترتیبی نمیتونم بگذرم. یکی مقدمه است که خود سردبیر یعنی خود آقای علم نوشته، تیترش همین چیزی که رو جلد میبینین، دق کاغذ نگیرید لطفا. میگه چند دهه است که کار فرهنگ بیش و کم به خنس خورده و تعلل و تعطیل گذشته، کنشگران فرهنگی از نویسنده و شاعر و روزنامه‌نگار و موسیقی‌دان و فیلمساز و همه خو کردن به کجدار و مریض. با این مقدمه شروع میکنه قضیه کاغذ رو که الان همه از دستش مینالن، اینو بیان کردن. اتفاقا این هفته مثلا فرض کنید آقای میفتاح و بقیه هم هستن که سعی کردن این مسئله رو باز کنن، ولی بذارید به جد بگم که تکنیکال ترین نوشته ی همه فهمی که درباره این که کاغذ چرا این بلا رو سر فرهنگ آورده نوشته آقای علم، در حالی که از آقای علم به عنوان ادیب توقع نمی رفت که به یه مسئله اجتماعی بدون تأمل گذاشته. و پیشنهاد میکنم همه کسایی که علاقمندن بخونن مصاحبه اصطلاح امرایی با خانم فرزان طاهری که دارید میبینید وسط صفحه قرار گرفته، هم خودش مترجم نامداریست و نویسنده نامداری، هم این که به هر حال وقتی اسم او رو میاریم یاد زنده یاد هوشنگ گلشیری میفتیم. و این مصاحبه به چند جهت شیرینه، هم به دلیل حرفایی که میزنه خودش، تیترش هم همونی که انتخاب کردن، ما آدم اینجا، در توصیف اینکه چرا نخواستند اونها در بیرون از ایران باشن، همه خانواده این دارن.
یکی اینجاست که یه ذره آدم به چیز میکنه، قیلی ویلی میشه، و بعدم در مواقعی که صحبت میشه، در این حال اینو گفته باشم که اسد امرویی که این مصاحبه رو انجام داده، مترجم پرکار که به نظرم پرکارترین مترجم روزهای سال اخیر هستش، این روزها به دلیل بیماری در بیمارستان هست و امیدوارم که در هفته های آینده خبر خوب ازش به ما برسه. آره، ما هم امیدواریم که بتونیم خودمون این خبر خوب بدیم. خب آقای بهنود، بریم صفحه شهروند رو ببینیم، صفحه طنز روزنامه شهروند که به مناسبت درگذشت موردیلو کارتونیست آرژانتینی یک صفحه کامل رو اختصاص داده به این. همش تقریبا اونه و حق داره. من از این به اصطلاح هماهنگی حرفه‌ایشون خیلی راضی بودم که یه آدمی رو که بهش میگن بزرگترین کارتونیست و طنزپرداز معاصر که الان فوت شده در 80 چند سالگی، او رو کشیده اون بالا حسین صافی، این دست راست آقای علیزاده که از قدیمی ترین کارتونیستای ایران خودمون هست، میگوید که از زمان قدیم دنبال میکرده او رو و به حساش نزدیک میشه، این طرف از نسل جدید احسان گنجی، یه مصاحبه ای هم که مورینا شده است اون وسط گذاشته میشه، اون کارتون هم که میبینید زرافه ها که به تعبیر شهروند حالا عزادار شدن، یه کاراکتر ثابت اون مردی که اونجا زیر خودش هم صافی هم کشیده باز رو سر اون زرافه نشسته، یکی از چهره های همیشگی کاراش. عالی، خیلی ممنون آقای بهنود و همینطور ممنون از شما، منتظر نظراتتون در مورد تمام برنامه های تلویزیون، رادیو و سایت هستیم. کافیه که به بی بی سی دیدبان توییت کنید، توییت های شما رو میبینیم، یا به آدرس didban@bbc.co.uk ایمیل بزنید. با شناسه @bbc شما هم میتونید در تلگرام با ما در تماس باشید. هشتگ دیدبان رو هم فراموش نکنید. ممنون که با ما بودید. همینجا از طرف خودم و آقای بهنود برای شما شب و روز خوبی آرزو میکنم.